ولی یک،, یک سری اوصاف در قرآن هست برای, برای بعضیاش مرده شده که برای آنها قرآن ضرره توجه دارین؟ یک سری اوصاف است که ما جو خدمت بینندگان محترم بیان کنیم مبارد. یکی از اون اوصاف ظلمه انسان ظالم کسی که ظلم میکند خصوصا در حق مردم در حق مؤمنین حق الناس به ظلم مطلقا به همون میزان انسان از قرآن فاصله میگیره چه ظلم بر نفس باشد چه غیره ولی خب در همون حد اما خصوصا در حق مردم صفاکی و خون و الی آخر قرآن برای اونها ضرر و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خساره به تعبیر دیگر ما کتابی داریم که بزرگان نوشتن اون جاذبه و دافعه علی بله همونطوری که حضرت مسیح سلام الله علیه جاذبه دارد مؤمنین را جذب میکند به خود به سوی خود و از طریق خود به خدا میرساند دستشان را میگیرند برای کفار و منافقین حضرت ضرره این یعنی حجت خدا بر اونها است علیه اونها است به تعبیر دیگر فردای قیامت کسانی که امیر مومن سلام الله علیه درک کردن از وجود حضرت استفاده نکردن ولایت حضرت قبول نکردن یا کسانی که امروز میدانن درس خواندن زحمت کشیدن ولایت امیر مؤمنین صلوات الله علیه را قبول نکردن مسیر حضرت نرفتن در واقع وجود حضرت برای آنها ضرره این که عذاب آنها خسران و زیان آنها فردا بیشتر می شود. و چون قرآن عدل عطرت و عدل قرآن قرآن هم همین طوره ما در روایت داریم که چه بسا انسان هایی که قرآن را تلاوت می ولی قرآن او را لعنت میکنه حتی حافظ قرآن هم هست بله شاید. و اینجا اولین ویژگی که با اسمش قرآن یک عده رو درمان نکنه ظلمه دوم دو امراض قلبی با. غیر از ظلم امراض دیگه قلبی فی قلوبهم فزاده قلوب مرض فزادهم الله مرضا خدا مرض قلبیش بیشتر میکنه و لهم عذاب علیم عذاب بزرگ و دردناکی منتظر آنهاست و سوم این که انسان بیشتر به امور دنیوی و از هوای نفس پیروی بکنه که مواد سره داری مال زیاد تورایی نشه چهارم این که از قرآن پیروی نکند قرآن برای کسی نور دست کسی را میگیرد کسی را شفا میدهد که از قرآن پیروی کند در سوره مبارکه یاسین خداوند کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الی الاذقان فهم مقمحون گناهکارا بالاخره در غول و زنجیر می بعد میفرماید که این نما تون تبع ذکر یعنی شما کسانی را میتونید انظار کنید از خوف خدا بترسانید که از ذکر خدا تبعیت کنند این نما تون تبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به و پس یکی از اوصافی که باعث میشود انسان از قرآن نتانه استفاده کنه بلکه قرآن نه تنها درمانش نمی کند که مرضش رو بیشتر می کند عدم مطابعتی از قرآن حالا من یک مورد دیگرم ذکر کنم و صفت بعدی که باعث میشه انسان نتانه از قرآن استفاده کنند کسانی است که قرآن را مسخره می وقتی آیات قرآن نازل میشد خداوند کریم میفرماید فرماید در سوره متففین اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین با آیات قرآن بین یه افسانه های پیشینیان ها می قبلا هم چیزایی میگفتن مردم بعد خداوند کریم میفرماید کلا هرگز قرآن افسانه نیست بل ران علی قلوبهم ما یکسبون بلکه زنگار بر قلوب آنها نشسته است به واسطه افعالی که انجام داده پس قرآن شفا و رحمت هست برای مؤمنین نه برای همه باید انسان دقت کنن بله